در محوطه باستانی ازبکی هستیم که یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های ایران به ویژه در فلات مرکزی است. محوطه ازبکی محوطه حدود 120 هکتار از یک تپه مرکزی شکل گرفته و تعدادی تپه‌های اقماری که در کنار این در طی بازه‌های زمانی مختلف تاریخی شکل گرفتند. ما تپه‌هایی داریم مثل تختگاه، مارال تپه، دوشان تپه، جیران تپه و یان تپه که از مهمترین تپه‌هایی هستند که در این محوطه عظیم قرار گرفتند. از ویژگی‌های بارز محوطه ازبکی اینه که از دوره نوسنگی تا دوره صفوی استقرار انسانی در اینجا شکل گرفت. شواهد باستانشناسی که در اینجا به دست اومده طی 6 فصل توسط دکتر یوسف مجیدزاده کاوش شد. دستاوردهای فوق‌العاده بزرگی دکتر یوسف مجیدزاده اینجا پیدا کردن، از جمله که از قدیمی‌ترین روستاهایی که در فلات مرکزی ایران شکل گرفته. کاوش هایی که این فصل انجام شد فصل هشتم هست، 6 فصل که دکتر یوسف مجیدزاده اینجا کار کردن، فصل هفتم را آقای دکتر یوسفی زشت به تعیین عرصه و حریم این محوطه ارزشمند پرداختن و این فصل با تأکید بر یافتن ساختارهای عصر آهنسه و دوره ماد به سرپرستی دکتر مهرداد ملک‌زاده کاوش باستانشناسی در اینجا آغاز شد. ما در فصل هشتم همونطور که عرض کردم بر عصر آهنسه و دوره ماد متمرکز شدیم و کاوش‌های دکتر مجیدزاده به ما نشون داده بود که ما در دوشان تپه یک استقرار عصر آهنی رو داریم که عصر آهنی 1 و 2 و 3 و دوره ماد در اینجا وجود داشته و جیران تپه هم گورستانی بوده که متعلق به این در واقع جماعت. یکی از مشکلاتی که ما داریم بحث اعتبارات هست. محوطه ازبکی به عنوان نماد فرهنگی استان اختصاص پیدا کرده. ای کاش اعتباراتی که به اینجا تعلق میگیره اعتباراتی باشه که در شأن نماد فرهنگی استان باشه. چرا از 20 سال پیش تا به امروز که ما اینجا کاوش کردیم فصل هشتمه. شما میرید عراق رو نگاه میکنید، نینوا فصل 180 خورده ایشه، یعنی خورده کاوشی که در نینوا انجام شده که نهمین فصلش بوده از ما توی این مدت بیشتره. ببینید اینجا در دهه 70 حدود سال 72 از طرف میراث فرهنگی تهران جناب دکتر بهشتی آقای پروفسور مجیدزاده مأموریت یافتن که بیان در این محوطه اکتشاف انجام بدن، کارهای به اصطلاح تحقیقاتی انجام بدن. این تحقیقات رو عرض کنم عکس برداری ها و فیلم برداری ها و به اصطلاح زمین شناسی های مختلف ادامه داشت تا در یه موقعیتی که واقعا دیگه مسجل شده بود که اینجا جزو به اصطلاح تپه هاییست که باید ثبت جهانی بشه، دولت ناچارم باید این به خاطر چه ثبت به اصطلاح جهانی بشه این محوطه باید اسنادش به نام دولت می بود و به نام میراث فرهنگی بود که بتونن چیکار کنم این رو در مجموعه به اصطلاح دنیا معرفی کنم. خب مذاکره شد با بنده که اینجا تپه قطعا میراث است و ما خواهیم ثبت جهانیش بکنیم و این محوطه که حریمش هم معلوم کرده بودن خواستن که این سندش به اصطلاح به میراث فرهنگی واگذار بشه. ما هم چون اینجا رو به عنوان یک تپه میراث شناخته بودن و میدونستن که اینجا یه تپه هست که کاملا به اصطلاح تاریخی و تاریخی است، من هم خب راغب شدم که اینجا رو به صورت هبه در اختیار میراث فرهنگی قرار بدم که بتونم کاوششون رو انجام بدن، بتونن ثبت جهانیش بکنن. وقتی که تفاهم نامه‌ای که آقای خراسانی با مجموعه ما بستن یه جور این تفاهم نامه ترکمنچایی بود به نفع میراث فرهنگی و واقعا میگم روح بزرگی دارن آقای خراسانی و شاید خیلی دیده نشده در طی این سالها. هم زمانی که هیئت آقای دکتر یوسفی اومدن اون مجموعه ارزشمند اقامتیشون رو به رایگان در اختیار گذاشتن، هم زمانی که هیئت دکتر مجیدزاده اینجا بودن یه لوجستیک خیلی خوبی توسط آقای خراسانی انجام شد و ای کاش راهی که آقای خراسانی شروع کردن در این مملکت ادامه دار باشه. ما خیر مدرسه ساز داریم، خیر بیمارستان ساز داریم، خیر مسجد ساز داریم، خب چه اشکال داره یه خیر میراثی هم داشته باشیم که این گذشته ارزشمند تاریخی ما حفظ بشه. و من تردید ندارم که اگر آقای خراسانی نبودن آنچه که ما امروز تحت عنوان ازبکی میشناسیم و با توجه به اینکه
خب اون خشت دستساز بشری که در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی هدیه شده و امروزه در پاویون سوم سازمان ملل نگهداری میشه، تمام دنیا ازبکی رو شناختن. من فکر میکنم که قاشاقچی خاک اینجا رو به توبره میبستن. قصه اینه که خب ما در ادامه اهداف کلان اداره میراث فرهنگی استان البرز که در صدد هستند که همت خودشون رو بذارن برای تأسیس یک پارک موزه در محوطه ازبکی و به سمت این برن که پارک علم و فناوری با موضوعیت باستان‌شناسی و میراث فرهنگی رو با محوریت ازبکی دایر کنن. آقای دکتر مجیدزاده استاد پیشکسوت ما دو دهه پیش هر آنچه که تا اون روزگار در چارچوب پژوهش‌های علمی می‌گنجیده و اینها زحمت کشیدن انجام دادن، دو سه گزارش مقدماتی و بعد دو جلد کتاب گزارش کاوش نهایی کار رو منتشر کردن، اما با وجود اینکه یک کار بسیار ارزشمند کلاسیک اونجا انجام شد، آنچه که تولید محتوا شد اندکی کمی‌هایی داره، کمی‌ها و کاستی‌هایی داره که باید انجام بدیم تا بتونیم نیازهایی رو که احیاناً برای مطرح شدن در فهرست آثار یونسکو هستش رو فراهم کنیم. مهمترین چیز اینه که به زبانهای اروپایی کمتر چیزی در مورد ازبکی نوشته شده و ازبکی با وجود اینکه در باستان‌شناسی ایران و به زبان فارسی شناخته شده است و اهمیتش روشنه، در مجامع بین‌المللی خیلی محوطه پرشناخته شده ای نیست و کمکاری شده در این زمینه. از بالا به پایین در دوشان تپه موفق شدیم ما بافت معماری استقلالی مربوط به کوچ‌نشینا و خانه به دوشای دوره بعد ماده هخامنشی رو پیدا کنیم که اینجا گویا چند سباهی به شکل‌های مختلف اینها ساکن بودن. ساختمون اصلی یک ساختمون بزرگ با خشت‌های 35x40 به دست اومد. این نوع الگو و گرامر معماری رو ما الان در ازبکی داریم. خشت‌هامون تقریبا مربع، بنامون شاید کمی قدیمی‌تر، شاید کمی جدیدتر از عصر آهن سه یا دوره ماد باشه. قدیمی‌تر بعید میدونم، چون احساس فکر نمی‌کنم جوامع انسانی ساکن این ناحیه از مرکز فرلات ایران در عصر آهن یک یا دو بتونن ساختمان خشتی این چنینی ستب رو بزرگی بسازن. بنابراین منطقی ترین فرض اینه که این ساختار اگر مربوط به عصر آهن سه دوره ماد نباشه، احتمالاً بنابر تفاوت شکل معماریش با معماری آشنای عصر آهن سه و دوره ماد ممکنه مربوط به دوره هخامنشی باشه. البته ما کماکان باید منتظر آزمایش‌های رادیو دربار باشیم، ما کماکان باید منتظر فصل بعدی کاوش باشیم.